سلام خدمت همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویانم و در خدمتتون هستم با یک ویدیو مرتبط به این بازی. یه مدتی شروع کردم استریم گذاشتن که خب یادتون باشه یک مدت بیشتر نبود، اومدیم ADSL رو اندازی کنیم. مخابرات منطقه گفت سیم ها بیشتر از 16 بیت نمیکشه، 10 دمو دایل اپ اینا کنسل شد و اون موقع هم بگم تعداد مثلا اعضا موقع خب واقعا کم بود، ما 100 خورده 200 خورده عضو داشت و به صرفه نبود کانالی که درآمد نداره برم و یه مودم دیگه بخرم، هزینه اینترنت دیگه باز برای استریم و اینها. الان خب من میدونم که بیننده ها زیادن، بر اساس تعداد ویو ها میفهمم که خب طرفدارهایی داره، حداقل نزدیک 300 نفر هستن که هر ویدئویی بازدید داره این تعداد رو. بنابراین الان سوالم این هست که و با توجه به اینکه حالا کانال نزدیک به درآمدزایی هست، خدا میدونه چقدر، نمیدونیم، شاید 2 قرون، شاید 2 میلیون، نمیدونیم. امیدوارم حداقل خرج خودش رو این حجم اینترنتی که مصرف شده در بیاره. حالا سوالم اینه، به نظر شما با توجه به اینکه تقریبا همتون میدونید من خودم پرو پلیر نیستم، خودم چلنجر نیستم، من فقط فردی هستم که مدت زیادی این بازی رو بازی کرده و ای حرفی برات گفتن ای داره، حتی اونقدر تمایل به رقابت مثلا بر رنگ دو اینها ندارم، ولی نظرتون رو میخوام بدونم راجع به اینکه آیا با همین وضعیت به نظرتون استریم بذارم یا نه. میخوام بدونم چقدر طرفدار داره و نمیدونم واقعا چه عددی لازمه، ولی خب به هر حال. و اینکه خب توی گروهی که ایجاد شده الان توی تلگرام بچه ها دارن پلی میدن و اینها، و چیزی که اول بسم الله هدف من بود توی ایجاد این کانال این بود که تیم جمع کنم، کم کم مهیا میشه. البته الان به خاطر اینکه وقت روی ساخت ویدیوها، نگاه کنید تو برنامه روزانه من که الان تو بک‌گراند ساخت ویدیو هر روز هست، امروز هم دوشنبه است و امشب ویدیو داستان ویگو احتمالاً، حالا داستانش رو ترجمه کردم، نوشتم از سورس هاش و ضبط صداییش رو، نریشنش رو خواهم داشت، احتمالا حالا تصاویرش اینها فردا قرار بگیره و میگم یه برنامه روزانه این چنینی هست. بنابراین ترجیح دادم که اول آموزش ها کامل بشه، خدا رو شکر دیگه نزدیک 160 قسمت 159 تا که گذشته 160 هم احتمالا ببینم، حالا امروز دوشنبه است، امشب دوباره چمپای هفتگی رفرش میشه سه شنبه ببینم که چه چمپ جدیدی اومده. فردا هم 2 تا کلاس دارم، کلاس دوبله و کلاس یونیتیم هست و درسم بخونم و اگر حالا برای همین الان یکم با این برنامه ترجیح دادم استریم رو ساب کنم، منتها منظورم اینه که چمپیون ها تقریبا دیگه تموم شده، معدود موندن، اسکارنر مونده، ایتراکس مونده، اینایی که من تو ذهنم هست که نگفتم و فکر کنم فیدلستیکس هم مونده، فکر کنم نهایتا آره کین، این 3-4 تا مونده از 150-60 چمپیون، خب خیلی کم مونده دیگه، زیر فکرم 5% تقریبا تموم شده. خلاصه این که یعنی خیلی چیز نیست، کانال اون قسمت آموزشش کامل شد، داستان ها که خب جای خود. و دوم پس میخوام بدونم آیا به نظرتون استریم بذارم این کارو بکنم یا نه، میخوام بدونم حدودی چند نفر بیننده خواهند بود اگر تمایل دارید ببینید اینها رو و به نظرتون جالب هست لطف کنید بگید تو کامنت ها. و نکته بعدی این که خب یادتون باشه من چند تا استریم با آرش، آرمان اینها داشتیم که خب هر دوشون الان، آرمان رو نمیدونم، آرش که خب بخاطر اینکه رفت سر کار و اینها کارش دیگه تمام روز بود تقریبا، دیگه تقریبا فرصت نمیکنه بیاد، ولی خب میخوام اینو بگم که بسیار مؤدب بود، حداقل زمانی که میگفتیم میخوایم ویدیو رو ضبط کنیم هر دومون میتونستیم طاقت بیاریم چیزایی بریم که بیننده نوجوانمون
چون بیشتر بیننده ها بین 13 تا 27 سالشونه، این وسط خب یعنی 13 تا 18 هم داریم، بنابراین کلمات رکیک نمی گفتیم خوشبختانه. حالا اگر با شوخی گفته میشد بحث دیگه ای بود. و حالا الان ممکنه، من نمیدونم، به هر حال وقتی چند نفر جمع میشن دارم طبیعیه که فوشی چیزی گفته بشن. ها سوال دوم این هست که به نظرتون با بچه های دیگه بریم یا نه همینجور رندوم با یه تیمی برم؟ چون به نظر من خودم همیشه سعی میکنم با تیم های جدیدم، یکی دلایل تنوع این بازی برام اینه. و اینکه حالا میگم رول ADC تو کانال هم، من هنوز تو گروه هم کسی ADC یه نفر اعلام کرده، فکر کنم UNE بود، من یو وست بازی میکنم الان. هم این اکانت ابلیس فکر کنم که چیزه، فکر کنم UNE، آره بخشید UNE، یکی از اکانت هاست که دارم باش میدم، ببینم حالا کدومشون اسکین های بهتری میدن. و قبلا یو وست بازی میکردم، حالا UNE هم بد نیست ای، ولی مچاپ ها خیلی وحشتناک، اختلاف لول ها نمیدونم چرا. آره با بچه ها بازی کنم یا همینجور خودم رندوم برم که بتونیم به هک دلم خواست بعد بیرا بگیم با دوست شدم بره، نمیشه این کاری کرد. خب اینم یک سوال. و بازم حالا یه نکته دیگه ای که هست، تو همین کامنت اینجا این پست پیشنهاداتونم بگین، یک جا جمع کنم، اگه تا حالا پیشنهادی هم دادید دوباره بگید. خیلی وقتها این کامنت ها تو پست های قدیمیه و دیدم جا افتاده، گهگداری سر میزنم نگاهشو میکنم ولی احتمالش هست جا بیفته، و من کامنت ها رو آخری ها رو نگاه میکنم. گاهی وقت یوتیوب من جواب که بدم اگه دوباره بهش ریپلای بشه نمیاد، ریپلای بشه نمیاد بالا این رو بذاره، همون قسمت میمونه و خب من گاهی اسکرول میکنم نمیبینم. به هر حال اگه پیشنهادی هستم اینجا بگید. خیلیاتون راجب آیتم ها گفتید، دو تا ویدیو راجب آیتم ها هست توی همین آموزش های لیگ آف لژندز، فکر کنم آیتم ها رو فارسی تو سرچ کانال بزنید میاد، این احمد بگید لینکش رو بفرستم براتون. و تو این سری جای سیزن رو ده بودن اجتماع نکنم که کلا آیتم ها و سیستم شخ خورد. و اینکه میگید مثلا دونه دونه آیتم ها رو اگه بخواید براتون بگم، الان نمیشه، اول مجموعه کامل بشه آموزش ها، بعد داستان ها کامل بشه. آیتم ها رو فعلا با هم روی کامنت هاش میتونید پیش برید، الزامی نیست حالا حتما همه رو بدونید، ولی چشم اون رو هم تو برنامه میذارم. و خلاصه و راجب استریم، حالا که دارین لطف میکنین این دوتا سوال جواب میدین، ساعت مورد علاقتون هم نیست، از این ساعت تا این ساعت. اینجوری نیست که من مثلا بگم خب چون اکثر گفتن 6 تا 8 مثلا 6 تا 8 باشه، نه میخوام بازه رو بدونم. مثلا فرضاً یادم چند دفعه که استریم کردم دم ظهر بین بعد ناهار بود بودن، مثلا که همیشه که مثلا اگه مخوابش میمدن فعلا هیچ کاری نداریم بریم استریم نگاه کنیم، نگاه میکنم و سر شب بود تا حدود مثلا 9 اینطورا، از 5 6 تا 9 اینطورا برای این کانال البته خوب بود. این نظرسنجی رو بدونم، بر اساسش خب میرم یه مودم دیگه میگیرم. فعلا کیش رفتنه منتفی شد، همچنان خودم خودم و بنابراین خیالم راحته. بحث رفتن که بود مونده بودم اونجا چی آنتن خوب میده، حالا اینجا ایران سال قطع وصلش داره، ولی به هر حال اگه هم غیر قطع شه که نمیشه تصویر من باشه بازی باشه و بلکس، بنابراین دوتاش با هم حداقل قطع شه. اینه که این جواب اینها رو میخوام بدونم. و پس تا اینجا شد سه تا سوال، استریم بذارم یا نه، تنهایی برم یا بچه با بچه ایرانی بریم، و اینکه چه ساعتی تو چه بازه زمانی ترجیح میدیم باشه اون ساعت ها میتونی نگاه کنین. یک سوال دیگه هم بود تو ذهنم، الان داشتم صحبت همین چیزها رو میکردم یادم افتاد، الان یادم رفت چی میخواستم بگم. یک سوالی بود اونم تو همین رابطه ها بود،
حالا به هر حال اگه یادم افتاد حالا باز دوباره میگم، علاوه بر کانالی که گروهی که ایجاد کردیم، بچه اونجا با هم صحبت میکنن، تیم تشکیل میدن، هم بازی میشن و اینها، یک کانال هم درست کردم که تمام ویدیوهایی که به روز میذارم اونجا قرار داده بشه. نکته هایی که قرار از این به بعد بچه ها میگن، قرار بود البته چند وقت پیش اتفاق بیفته، فرصت نشد، ویدیو نکاتی که بچه ها از این به بعد میگن رو هم توی اون خواهم گذاشت و آرزم به حضورتون که اون رو هم اگه دوست داشتید فالو کنید. پیدا کردن ویدیوها اینا اونجا خیلی راحت‌تر تو یوتیوب بخواید همه نگاه کنید، مگه از سرچ استفاده کنید، سرچ یوتیوب خب من پیشنهادش میکنم راحت‌تر. نکته دیگه فعلا همین، من اون یکی یادم رفت، یه دونه بود که سوال دیگه این بود، چند تاتون توی ویدیوهای آموزشی گیم پلی های بعدش رو نگاه میکنید؟ بر اساس میانگین بازدید تقریبا به من اینطور الهام میشه که بیشتر فقط میان آموزش رو میبینن، یعنی میانگین دقیقا همون بازه هست که آموزش رو از حدود 10 دقیقه، در صورتی که معمولا گیم پلی هم 1 رو 20 دقیقه حداقل هست و نمیدونم، شاید برعکس، شاید خیلی فقط گیم پلی میبینن، نمیدونم، ولی به ظاهر اینطوریه، شاید خیلی سریع رد میکنن، مثلا قسمت آموزش و قسمت گیم پلی هم سریع رد میکنن و اینها. و میخوام بدونم، چون توی یوتیوب یک تقریبا پوان محسوب میشه که مثلا از ویدیو شما چه مقداریش دیده میشه، اگه مثلا 30 دقیقه هست میانگین بازدیدش 10 دقیقه باشه، خب این یعنی ویدیو خیلی چیز نبود از دید اونها، نمیگن مثلا ویدیو چند بخشه. این رو هم میخوام بدونم. ممنون میشم اگر جواب بدید و باز هم تقاضا میکنم که میگم اون تعداد ویدیو رو ساختن، ادیت کردن، آپلود کردن و همه اینها واقعا زحمت داره. خیلی ها رو آمار رو میبینم که مثلا تعداد زیادی میان نگاه میکنن و سابسکرایب نمیکنن، تقاضایی که دارم اینه که سابسکرایب کنین. ترجیحاً با فیلتر شکن ویدیوها رو ببینید، من نمیم وی پی ان ها که آی پی آمریکا و اینها بیفته ایران نه. و اگر میتونید به دوستانی که این بازی رو میکنم و میدونید که کانال اطلاعی ندارم معرفی کنید. الان دیگه بخش داستان ها هم هست، فقط آموزش ها نیست. بازم تاکید میکنم که ویدیو برای مبتدی ها ساخته میشه. دیدم مثلا یکی کامنت گذاشته بود سر نام کدوم جنگل بود، گفت روت میشه این گیم پلی رو بذاری؟ من همیشه تاکید کردم اما من خودم نوبم، منتها مثل معلم دبستانی که تو زمان دبستان برای ما منشأ علم بود، فهمیدم که همه چی رو بلده و بعدا شاید خیلیاتون رفتین لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، چیزایی که اگه معلمت اگه زنده است الان سوادش به اونها نمیرسه. منم همون نقش رو دارم، من برای تازه واردها خب بله خیلی حرفه‌ای دیده میشم، ولی الان خیلی از بچه‌ها هستن کامنت میزنن که من بازی رو با ویدیوهای شما یاد گرفتم، الان خودشون من پیش اونها سوسکم. بنابراین این رو میگم، گیم پلی ها رو که میذارم صرفا برای این که یه چیزی دیده بشه، عملی دیده بشه، ضمن اینکه بعضی ابیلیتی ها رو واقعا نمیشه روی دامی ازت، خیلی چیزها هست که مثلا اونجا لازمه که آدم های واقعی باشن، چمپیون های واقعی باشن. این هم از این. حالا تا همینجا این 4 تا سوال اگه جواب بدین ممنون میشم. ممنون ازتون، تا ویدیوهای بعدی وقتتون بخیر، خدا نگهدار.